عزیزشان را در کارگاه‌های تولیدی و کارخانجات و صنایع و معادن و کارهای خدماتی گذراندند. از 10% تا 20% و بیشتر هزینه بیمه بازنشستگی پرداختند تا شاید عصای دستشان در ایام سالمندی باشد. اما همکنون در دوران بازنشستگی حقوق آنان را به بهانه‌های مختلف پرداخت نمی‌کنند. راستی این مادران و پدران برای گذران زندگی خود چه باید بکنند و چه جوابی به خانواده و فرزندانشان بدهند؟ من هزینه بیمارستانی که پرداخت کردم هنوز یه دونه دشه از من به من پرداخت نکردم. همش بوده هزینه تقریبا نزدیک 12-13 میلیون تومانه. فقط نزدیک 2 میلیون تومانش من حواله دادن. آری، آنان زمانی که قادر به انجام کار بودند از حقوق بخور نمیر خود و خانوادهشان به نهاد چپاولگر بیمه اجتماعی رژیم میدادند، حالا ثمره عمرشان توسط این رژیم فاسد و جنایتکار صرف مطامع ارتجایی و حاتم بخشی به ایادی فاسد و جنایتکارش می شود. از شرقه بلند شدم اومدم. وقتی که بیمه ده اونجا باز کرده من باید برای این اسیر کنه؟ نه، باید واریز به کارتتون بشه. خب نمی کنه. خدا شده از ساعت 7 صبح تاله من اینجا اومدم. آره. چرا اونجا انجام نمیده؟ اصلا باید انجام میشد. خب نداده. شما فکر کنم باید آره. بررسی بکنم. بله، باید بررسی بشه. بله. بررسی بکنم اگر اهمال کاریه یا رد کردن کاره. باید توبیخ بشن و اصلاح بشه عمل کرده شون. محمد رضا تابش به چپاول ایادی رژیم از بازنشستگان و مستمری بگیران اعتراف کرد و گوشه ای از غارت پولهای مستمری بگیران توسط باندهای مافیایی رژیم را برملا کرد. خبرگزاری حکومتی ایلنا در بخشی از گزارش خود از قول این نماینده مجلس ارتجاع نوشت پولهایی صرف امور مختلف و غیر مرتبط با صندوق شده که از پول اعضای صندوق و حقوق بازنشستگان و مستمری بگیران هزینه شده است. کمک به حسینیه ها و حوزه های علمیه و دانشگاه های غیر انتفاعی که البته در جای خود کارهای خوبی است، ولی از پول مستمری بگیران چه توجیهی دارد؟ اعتراف این کارگزار رژیم به حاتم بخشی رژیم از جیب مستمری بگیران و بازنشستگان به نورچشمی هایشان در حالی است که خود اعتراف می کند که برای پرداخت کمک بلاعوض 500 هزار تومانی و وام چند میلیونی به مستمری بگیران و بازنشستگان 1000 عضو می آورند، اما می خواستند 6 میلیارد و 600 میلیون تومان پاداش برای تعداد معدودی مدیر ارشد سازمان پرداخت کنند. وی به حقوقهای بالای 10 میلیون تومان در مدیران سازمان تأمین اجتماعی اعتراف کرد. کارتی که برای ما صادر کردن، برای چی صادر کردن آقا؟ کارتو داری؟ بله، من شهره نی بلند بشم بیام به خاطر 30 تومن پول دو روزم اینجا لافم. من بیچاره به من اومدم 60 تومن بگیرم، مگه نیازش رو نمیاد دوباره 60 تومن بگه؟ البته پرداخت هزینه درمان توسط آنان مشروط به این است که دوائر مختلف حکومتی سر وقت حقوق آنان را بپردازند. در غیر این صورت حتی از پرداخت ضروری ترین هزینه درمان عاجزند. همکنون برخی مراکز درمانی بیمارستان ها از پذیرش بازنشسته ها و مستمری بگیران سازمان تامین اجتماعی خودداری می کنند و تامین اجتماعی واریزی های مردم را صرف امورات چپاولگرانه می کنند. خبرگزاری حکومتی مهر، یک کارگزار رژیم به نام احمدزاده کرمانی رئیس سابق سازمان میراث فرهنگی رژیم گفت مردم ماهانه 20 هزار میلیارد تومان حق بیمه می‌دهند که در حسابشان یعنی شرکت‌های سازمان تأمین اجتماعی بلوکه می‌شود و در بخش‌های مختلف سرمایه‌گذاری می‌شود. بنده برای بازنشستگی رفته بودم شکایت کنم. بعد از این تقریبا گفتن با 20 سال که بازنشسته شدی با 60 سال سن برداشتن نزدیک 200 تومان حقوق برای من نوشتن. می‌خواستم اینو بر چه مبنایی حساب کردم؟ آنچه که بازنشستگان در این سالیان برای کسب حقوقشان دریافتند تنها و تنها اعتراضات و مشتهای گره کرده است که در برابر سازمان تامین اجتماعی و مراکز حکومتی بایستند و از حلقوم غارتگران آخوندی حقشان را بیرون بکشند.